از طرف فردی از کشور هستش. فرانسه همه راههای ارتباطی با بریتانیا را برای دو روز بسته. کامیون ها فعلا حق عبور از بندر دوبر بر اسفند فرانسه را ندارند. مشکلی مهمی برای بریتانیا چرا که روزانه تا 10,000 کامیون از همین نزدیک بین فرانسه و بریتانیا رفت آمد میکنند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا اما در کنفرانس خبری پس از نشست اضطراری با اعضای کابینه اش تلاش کرد به مردم اطمینان خاطر بدهد. تنها 20% از کل تبادل کالا با اروپا از این مسیر انجام می شود. این معنیش این است که مقدار زیادی از مواد اولیه اروپا و مواد دیگر به روال سابق جابجا می شود. هلند در اعمال محدودیت ها پیش قدم زد. از پریروز پروازها بین این کشور و بریتانیا را لغو کرده. به دنبال آن بلژیک. آلمان هم پرواز از بریتانیا را تا آخر این ماه میلادی یعنی تا کمتر از 10 روز دیگر ممنوع کرد. ده ها کشور همین کار را کرده اند. از جمله ایتالیا، دانمارک، جمهوری ایرلند، ترکیه، کانادا و سوئیس. مفهوم هم محدودیت هایی اعمال می کنند. بعضی از مسافران بریتانیا خودشان را به فرودگاه مادرید رسانده بودند قبل از اینکه اسپانیا هم محدودیت مشابه اعمال کند. یک مسافر خیلی تاثیر بودم. فکر کردم پروازی که این هفته داشتم لغو بشه. برای همین آخرین بلیت موجود برای پرواز منچستر رو خریدم. کشورهای عضو اتحادیه اروپا میگویند به فکر پیدا کردن راهی هستند تا هم حمل و نقل باری بین بریتانیا و اتحادیه برقرار باشد، هم جلوی گسترش نوع تازه کرونا در کشورهایشان گرفته شود. احتمالا نتیجه این همفکریها امروز اعلام شود. ایران هم اعلام کرده که پرواز به بریتانیا برای 2 هفته متوقف شده. هرچند به گفته رسانه های ایران بلیت پرواز از این کشور به مقصد تهران همچنان فروخته می شود. اما نوع تازه ویروس که همه را هراسان کرده چه مشخصاتی دارد؟ در مدتی که از شیوع کرونا می گذرد هم انسان اطلاعات زیادی درباره ویروس به دست آورده، هم ویروس درباره انسان. چطور بتواند با سیستم ایمنی بدن مقابله کند؟ هزاران تغییر کرده و حالا این نوع جدید در بخش‌هایی از بریتانیا پخش شده. یکی از تفاوت‌های مهم انواع ویروس کرونا با پروتئین شاخکی برمی‌گردد. پروتئین‌هایی که به سلول انسان می‌چسبد. نگرانی از این نظر نسبت بودن نوع تازه است. پژوهشگران تخمین می‌زنند که نوع تازه تا 80% سریع‌تر از سلول کرونا می‌کند. مکسیکو فضیل بهداشت بریتانیا. نوع جدید ویروس خارج از کنترل و ما نیاز داریم اونو تحت کنترل در بیاریم. خبر انتشار این ویروس جدید خیلی بد بود. مهمه که همه زود رفتار کنند که شاید مبتلا بشن. در بریتانیا روند اطلاع در یک هفته اخیر به شدت شدیده بوده. دولت برای جلوگیری از گسترش ویروس محدودیت های تازه در بخشهایی از جنوب شرقی انگلستان از جمله لندن وضع کرده، همینطور در ویلز، آن هم در استرالیا کریسمس. سؤال اساسی این است که آیا واکسن در برابر نوع جدید Bring more blessings.
Yeah. Bye! Yeah, we need to clean the table. Yeah, bye.